کاری که داریم پیش میبریم حجم بزرگی است، همه میتونن درش سهم داشته باشن. اعتقادم دارم بخش خصوصی میتونه مسکن بسازه. 80% تا 100% تورید مسکن در ساختمان توسط بخش خصوصی انجام میگیره. برنامه ما این است که در فاز اول 2 میلیون شروع کنیم. 6 استراتژی داره. اولین بخشش افزایش تولید مسکن بخش خصوصیه، دومیش بافت فرسوده است، سومی ساخت برای دهک‌های اول تا سوم، چهارمی دهک‌های متوسط، پنجم مسکن روستایی و ششم اجاره داری حرفه‌ای. کار سختم آدم بزرگ میخواد. اگر اجازه بدین در حوزه مسکن ما به عنوان بازوی مشورتی شما بیایم کار رو جلو ببریم. پیشنهاد از شما میخواییم، حتما از نظرات شما استفاده میکنیم. متقاضی محور و سازنده محور و مشترتر مشارکتی سازنده ها بیان وسط، سرمایهشون بیان وسط و هر روش ممکن. امروز کشور به این نتیجه رسیده که باید حمایت کنیم از کسانی که میتونن سرمایه بیان. باید بپذیریم که الگوهای ساخت مسکن در گذشته امروز شاید اون کارهای لازم رو نداشته باشه. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، استانداران رئیس شورای مسکن هم معذفن بر اساس دستورهای رئیس جمهور که مسئله رو حل کنن. مشکل زمین وجود داره، زمین رو حل نمی کنیم. شما نگران مسئله زمین نباشید. در برابر ورود تکنولوژی جدید نباید مجموعه انبوه سازان گارد داشته باشن. در حوزه فناوری و بحث حضور چینی ها ما مخالف نیست. ما اتفاقا اعتقاد داریم باید توسعه در سرانساختمان کشورمون رخ بده. یه واقعیتی وجود داره که ما در حوزه صنعتی سازی کشور ما عقبه. توسعه فناوری در صنعت ساختمان کشورم اتفاق بیفته. هر مقداری که کنترل روی مساله ساختمانی بتوانید انجام بدید، قیمت ساخت میاد پایین. به دنبال این هستیم که دو تا مساله سیمان و پولاد رو تثبیت کنیم، حالا یا با پیش پرداخت یا با کردیت کارتی که بعداً در واقع بدیم. 1 میلیون حاضریم با جناب عالی تفاهم‌نامه امضا کنیم، 1 ریال هم بودجه نمی‌خوایم، به شرط اینکه طرح، ساخت، سرمایه و همه اینها به عنوان یه ریل استیت به ما سپرده شه. ما آمادگی داریم با موسازا مشارکت هم بکنیم. استان بزرگان، برای چه جمعیت هدفی کار میکنیم؟ ما از دهک 1 تا 3 هدف اصلی این پروژه است. تمکن مالی این که ذریب طبقات 6-7 طبقه رو پرداخت بکنن ندارن. بنابراین میخوام زمین رو مجانی بدیم به مردم. اصلا این جزء دستور کارمونه. در این نهاد انجمن انبوهسازان سرخورده شدیم، چون واقعا میبینیم در استان ما هیچ کاری، هیچ نقشی نداریم. انبوهسازان ظرفیت خیلی بزرگی در سطح کشور هستن، بایستی از لحاظ ظرفیت عمرانی هم با همدیگه تجهیز بشن. سازمان نظام مهندسی رو بهش برسید. حیثیت مهندسین در جامعه رفته. آقای وزیر، این جمع رها نکنید. به کمک این دوستان حتما اهداف و آرمان‌های شما را تحقق می‌دهیم و انشالله این گام‌ها باعث بشه که کام مردم عزیزمون که الحق و بالانصاف حقشون هم هست شیرین بشه.